جلسه استماع در مجلس اعیان انگلستان درباره قیام مردم ایران با حضور معاون وزیر خارجه. روز چهارشنبه جلسه پارلمانی استماع معاون وزارت خارجه انگلستان پیرامون قیام سراسری مردم ایران و نقش رهبری کننده زنان در مجلس اعیان این کشور برگزار شد. در این جلسه که به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد، نمایندگان با طرح سوالات خود از لرد احمد، معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه، موضع دولت انگلستان را پیرامون قیام سراسری مردم ایران و سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آخوندی خواستار شدند. لرد احمد، معاون وزیر خارجه انگلستان در امور خاورمیانه و سازمان ملل گفت شجاعتی که زنان ایران از خود نشان دادند بسیار قابل توجه است. این دولت در زمانی که آنها خواستار آینده‌ای بهتر هستند در کنار آنها می ایستد. ما در 14 دسامبر با شرکای خود برای اخراج ایران از سازمان ملل کمیسیون وضعیت زنان کار کردیم. ما در 24 نوامبر به تصویب شدن قطعنامه شورای حقوق بشر برای تحقیق در مورد سرکوب معترضان کمک کردیم و همچنین از ماه اکتبر 3 دور تحریم را علیه افرادی که در دستگیری بازداشت و محکوم کردن معترضان دخیل بوده اند اعلام کرده ایم که تازه ترین مورد آن در 9 دسامبر. موضع ما کاملا روشن است. ما به حسابرسی از رژیم ایران به دلیل سرکوب مداوم زنان و دختران و خشونت تکان دهنده ای که به مردم تحمیل کرده است ادامه خواهیم داد. The bravery shown by the women of Iran is nothing short of remarkable. This government stands with them as they demand a better future. We have already worked with partners to remove Iran from the UN Commission on the Status of Women on the 14th of December. We've helped secure a Human Rights Council resolution to investigate the crackdown on protesters on the 24th of November, and we've also announced 3 rounds of sanctions since October on individuals involved in the arrest, detention and sentencing of protesters, most recently on the 9th of December. Our position is absolutely clear. We will continue to hold the Iranian government to account for its continued repression of women and girls and the shocking violence it has inflicted on its own citizens and people. بارونس تیلور از حزب کارگر. همونطور که همه می‌دانیم از زمان مرگ غم‌انگیز مهسا امینی جنایات در ایران ادامه دارد. من با او موافقم که شجاعت خواهران ایرانی ما همچنان ما را به اقدام کردن فرا می‌خواند. روز دوشنبه تعدادی از ایرانیان به دیدن ما در مجلس آمدند تا برای تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران لابی کنند. از جمله لیست‌گذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در بریتانیا. Atrocities in Iran continue, as we all know. The courage of our Iranian sisters, I agree with him, continues to call us to action. On Monday, Voice of Iran visited us in Parliament to lobby for further sanctions against Iran, the proscription of the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terror organisation, and the UK to join France, Germany and Canada. Lord Ahmad, معاون وزیر خارجه انگلستان. اجازه دهید به شما اطمینان دهم که ما همچنان به تحریم‌ها علیه رژیم ادامه می‌دهیم. اما آنچه بسیار واضح است، با گذشت هر روز، نه فقط یک روز، بلکه هر ساعت مشروعیت رژیم فعلی ایران از بین می رود. آنها شهروندان را سرکوب می کنند. این باید متوقف شود و فوراً هم باید متوقف شود. We continue to, I can't speculate on future sanctions, but what is very clear, with every passing, not just of a day, but every hour, the legitimacy of the current government is being lost, and they are suppressing their own citizens. This has to stop, and stop now. Lord Singh, همه ما زنان و مردان شجاعی را که برای حقوق زنان در ایران علیه یک رژیم استبدادی مبارزه می کنند، تحسین می کنیم. در حالی که اخراج رژیم ایران از کمیسیون مقام زنان سازمان ملل شایان استقبال است، آیا جناب وزیر موافق است که محکومیت قوی تری علیه این رژیم باید صورت گیرد
و اعلام کنند رفتار رژیم ایران ربطی به آموزه‌های اخلاقی اسلام ندارد. We all applaud the brave women and men fighting for the rights of women in Iran. While the expulsion of Iran from a UN committee on women is welcome, would the noble lord the minister agree that a more powerful condemnation stating that the behavior of the Iranian regime has nothing to do with the ethical teachings of Islam? لرد احمد، من با شما موافقم و در حالی که من یک رهبر مسلمان نیستم، من وزیری مسلمان هستم و سرکوب زنان را نه فقط در ایران، در هر کجای دنیا کاملا و قاطعانه محکوم می‌کنم. I agree with the noble lord, and whilst I'm not a Muslim leader, I am a minister who happens to be Muslim, and I totally and utterly condemn the suppression of women, not just in Iran, anywhere in the world. Women have a pivotal role to play in any.